با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه آموزش جاوا اسکریپت در خدمتتون هستم. دوستان، در ادامه بحث متدها بچه‌ها، امروز می‌خوایم در رابطه با فایند صحبت بکنیم و جلسه قبل تو مپ صحبت کردیم، فیلتر صحبت کردیم، این جلسه می‌خوام راجع به فایند صحبت کنیم. قبلش بچه‌ها، من سایت جاوا اسکریپت، سایتی هست به اسم javascript.com که با بازش که کردم یه بنر بزرگ زده که احتمالاً زده جشن 25 سالگی جاوا اسکریپت، یه سری کورس هم رایگان گذاشته. حالا نمیدونم اون این ویدیو رو می‌بینید تنظیم این باشه یا نه، ولی میشه ثبت نام کرد و اکسس کرد، اکسس فری داشت به این دورهایی که گذاشته. جالب بود. خب بریم سراغ این که بچه‌ها جاوا اسکریپت رو به کجا برسونیم. خب بریم سراغ کد بچه ها. من یه آرایی از آبجکت ها داشتم توی مثال قبلی، میخوام الان هم از همون استفاده کنم. فقط قبلش چند تا نکته راجع به فایند بهتون میگم بچه. نکته اول این که بچه ها، فایند برخلاف فیلتر که در حقیقت یادتون باشه یک آرایی همیشه به من برمیگردون فیلتر، فایند یه دونه اینستنس برمیگردون بچه ها. حالا این اینستنس چی الان صحبت میکنم بچه. ریتن سینگل اینستنس، خب یعنی یک آرایه به من بر نمیگردونه. نکته دوم که بچه ها، فایند داخل آرایه‌مو میگرده، اولین مطابقتی که با شرطی که ما بهش میدیم پیدا بکنه اونو برمیگردونه. اگرم چیزی پیدا نکنه چی برمیگردونه؟ undefined. الان میبینم مثالشو میبینیم بچه. undefined به چه دردی میخوره؟ یه ابزار خیلی خوب برای به دست آوردن مقادیر منحصر به فرد تو یک آرایه است. اوکی؟ مثلا بهتون میگم فلان شخص رو پیدا کنید تو آرایه‌ت. یعنی یونیک میخواد پیدا کنید. بریم چند تا مثال بزنیم. من می‌نویسم const person مساویس با people dot find. خب یه فانکشن به عنوان ورودیش میدم که داخلش یه پرسن میدم، یعنی به ازای هر شخصی که داخل این پیپل هست بچه، میگم چی کار کن؟ میگم به ازای هر شخصی که داخل این پیپل هست چک کن، ریترن کن پرسن دات، بذار من یه دونه برش دات ایج مساوی مثلا 31. خب این چی کار میکنه؟ از بالای لیست شروع میکنه دونه دونه میاد پایین، تک تک اشخاص رو نگاه میکنه، هر کدوم که سنش 31 بود اون اولین نفر رو برمیگردونه. حالا اگه تا آخر رفت کسی نبود undefined برمیگردونه. فقط باز یه نکته بچه ها، بهتون گفتم سینگل اینستنس برمیگردونه. تو این مثال ما اینستنس ما میشه یک آبجکت. حالا امکان داره جلوتر بریم سینگل اینستنس ما یک استرینگ باشه، امکان داره یک اینتیجر باشه، بسته بداره که آرایه‌مو چی باشه. تو این مثال ما چون آرایه‌مو یک آرایه از آبجکت هاست، سینگل اینستنس مون میشه آبجکت. اگه آرایه از استرینگ ها بود میشد استرینگ. حالا مثالشو میزنیم. حالا برای اینکه بتونشون بدم میتونم اینجا بسم کنسول دات لاگ چی بچه ها؟ پرسن. من این پرسنی که اینجا خروجی نمی ریختم تو این دیگه، خروجی فایند ریختم تو این، ببینیم چی به من میده بچه ها. نگاه کنید بچه ها، یک آبجکت به من داد، یک آبجکت که اون یکی سنش 31 بچه. حالا اگه کسی نباشه چی به من برمیگردونه؟ نگاه کنید مثلا من بدم 26، کسی 26 نیست، پس در نتیجه به من undefined برمیگردونه بچه ها. undefined من دوباره برمیگردونم رو همون 31. فرض کنید میگم آقا جان من از این سینگل اینستنسی که من میخوای برگردونی کلشو نمیخوام، من فقط اسمشو میخوام، میتونم اینجا بسم نیم، فقط اسمشو من برمیگردونه. حالا یه سوالی، اگه من اینو دوباره بزنم 26، این undefined بود دیگه، اگه بزنم person.name چه به من میگه بچه ها؟ به نظرتون قاعدتا باید خطا بده. خطا میده. چرا؟ میگه undefined چیزی به نام نیم نداره که من به تو بخوام برگردونم. اوکی؟
حالا بریم سراغ مثال بعدی بچه. من این دفعه یک متغیر دیگه تعریف میکنم به نام names cons names. این دفعه یک آرایه از استرینگ ها، مثلا میذارم حامد، دیگه آرایه از آبجکت ها نیست. پس در بچه ها تو این حالت خب انتظار دارم سینگل اینستنس من چی باشه بچه ها؟ یک استرینگ باشه سارا. خب حالا میگم که const پرسن دو مساویس با اسم آرایم دات find function به ازای هر شخصی که داخل این آرایه هست چیکار کن؟ چک کن ببین کدومشون مثلا نیمش، چون یه دونه پارامتر بیشتر نداره اصلا نمیخواد، نیم هم نمیخواد. چک کن ببین کدومشون حامده، نیم نداره که بچه من اشتباه نوشتم. میگم چک کن کدومشون حامده، شاید مسخره باشه براتون ولی میخوام فقط یه چیزی رو ببینید. خب میخوام اون سینگل اینستنس که برمیگردونه رو ببینید. حالا مگه اینجا بنویسم کنسول دات لاگ پرسن دو چی به من برمیگرد بچه ها؟ دیگه یه دونه آبجکت بر نمیگردونه. بسید من کنسول لاگی برقلی رو بردارم چون داره به این ایراد میگیره. یه دونه ها اس برمیگردونه. دقیقا اینجا سینگل اینستنس من بچه ها یه دونه استرینگه، دیگه یه دونه دقیقا آبجکت نیست. چرا؟ چون آرایه اون آرایه از استرینگ هست. خب حالا بچه ها برای اینکه بتونید فرقش رو با فیلتر ببینید، من میام همین رو میکنم فیلتر. خب همین رو میکنم فیلتر، این هم میکنم 31. ببینید فرقش رو ببینید. console.log person این اصلا پاک میکنم، این کارش ندارم. فرقش چی الان بچه ها؟ توی find اینجا برای من یک object برمیگردون، اما فیلتر همیشه یه آرایه برمیگردون. نگاه کنید بچه ها، با اینکه یه دونه توش بیشتر عضو نیست اما آرایه به من برمیگردونه. پس فرق فیلتر و find اینه بچه ها، یکی از فرقشون اینه که فیلتر توی خروجیش یه دونه آرایه برمیگردونه، یه آرایه میگیره یه آرایه اصلاح شده برمیگردونه، اما find یه آرایه میگیره یه سینگل اینستنس از اون آرایه رو برمیگردونه. اوکی خیلی خوب بچه ها، بریم بیایم راجع به فکر کنم متد آخری که میخوام صحبت کنیم ریدیوس، از همه هم سخت‌تر و خاص‌تره. بریم بیایم میخوام راجع به صحبت کنیم. فعلا خدافظ.